اینجا کوه یخه، کوه یخ داراییش بیشتر از چیزایی که دیده میشه. آره کوه یخه. آخه اینجا جز رطوبت چی داره بابا؟ احتمالا خاطره هاشو میگه، پیر شده عقلشو از دست داده. خاطره چیه؟ آی تلاست تلا. اینجا پر از طلای عثمانیه، همش تو سقفه. یعنی چی؟ بابا بزرگ یعقوب همینجوری جای طلاها رو به شماها گفت؟ چرا؟ عقل خدا بیامرز خوب کار نمی کرد. یعنی داشت الکی میگفت. راستش اینجوری هم نمیشه گفت. هر از گاهی هرچی از زبونش در میومد میگفت. یعنی تا پیر شد عقلشو از دست داد، جای طلاها رو به شماها گفت. بعدش؟ یعنی وقتی خدا بیامرز فوت کرد ما هم گفتیم طلا چرا اونجاست؟ نه گفتیم بین خودمون تقسیم کنیم، هدر نشه، کار خیر کنیم. کار خیر گفتیم، بی خودی خاک نخوره. راستش برای کمک به اقتصاد کشور. بابا پول نقده، پول داغه. حله. خب یعقوب از این طلاها با خبره؟ ولی عموش خبر داشته. یعنی اون اتفاقی که واسه عمو مظفر افتاد اتفاق نبود، اون قتل درست حسابی بود. بهتر درست ارزیابی کنیم. البته بیشتر به درد شماها خورد. وا این چه حرفیه؟ واقعا متاسفم. چی میگی؟ خیلی زشته. کوی بونو به زبان لاتین یعنی به درد کی میخوره. یعنی جرمی که انجام شده بیشتر به درد هر کی بخوره، مظنون همونه. تو ترکیه هم میشه هر کی که چراغ زده باشه تو سر کسی اون قاتل. بله. آره. نمیخوام مستقیم اشاره کنم ولی تو بیچاره رو کشتی عزیزم، نما. باشه به یعقوب بگم که همسایه هاش واسه دزدیدن طلاهاش دست به یکی کردن چی؟ اگه من به یعقوب بگم این مستجر بی‌نقص عموشو که بیشتر از خودش دوست داشته کشته، اون وقت چی؟ البته به پلیسم میگی. باشه وقتی پلیس بپرسه به جای اینکه زودتر بهمون بگین ازش باجگیری کردین چی میخواین بگی؟ ببین دخترم، تو اینجا تنهایی، ما همه با همیم. حرف ما در مقابل حرف تو. باور کن دشمنی با ما برات خوب نیست اصلا. الان ماشیتون رو حین ارتکاب جرم گرفتم، دست پیش میگیرین واسه من؟ دخترم جرم ما در مقابل جرم تو چیزی نیست که. بالاخره تو قاتلی، مرتکب قتل شدی. حرف از مذاکره میزدین. ما همیشه آماده مذاکره. جای عمو مظفر رو به من بگین، منم چیزایی که دیدم رو فراموش میکنم. چرا؟ نکنه میخوای فاتحه بخونی؟ وای اعصابم به هم ریخت. جنازه کجاست؟ دخترم جناب عالی با یعقوب یا یکی دیگه از طلاها حرف بزن، اون موقع با پلیس میفهمی جای جنازه کجاست. خب بگو چی کار کنیم؟ از جایی که دفن شده درش بیاریم؟ شما چی میخواید؟ همون چیزی که از اول خواستید. از اینجا بارا بارا بارا. خب این کاره واسه چی؟ اصلا واسه چی اومدین توی اتاق من؟ اگه شماها نمیومدین هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. فقط میخواستیم تو رو بترسونیم که فرار کنی تا بتونیم راحت دنبال طلا بگردیم. داداش مظفر قرار بود با ماسک بیاد اتاقت ازت عکس بگیره که صبح بترسی فرار کنی. راستش یه کلک دیگه هم داشتیم، برای مستاجر قبل تو به درد خور بود، اونو گفتیم انجام بدی باز دستت خلاص شیم. ولی تو چیکار کردی؟ اومدی طرفو کشتی. شماها چی میخواین؟ ای بابا چند بار دیگه بگیم؟ میخوایم از اینجا بریم. و دهن لغ نباشی. ببین اینجور مواقع مثل توافق متقابله، سکوت در مقابل سکوت. جوونا چی میگن؟ برد برد. آخه من کجا میتونم برم؟ اینشو دیگه من نمیدونم. انگار متوجه نمیشین اگه من از این خونه برم توی کوچه میمونم، یعنی جایی واسه رفتن ندارم. نمیشه که تو خیابون ولش کرد، زن جوونه، چه چیزه که نمیشنویم. آره درسته، یه چند روزی بهش وقت بدیم. باشه. اما وقتی بالا کار میکنیم نباید مزاحممون بشی. سهمم نداری. وای پس یکی دو روز دیگه بمونه. باشه جونه. باشه. سه روز بیشتر نمیشه. خوبه سه روز خوبه.